شب بخیر عزیزای بیننده، امیدوار هستم که خوب باشین، روز را بخیر سپری کرده باشین و ماه مبارک رمضان است. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه ایمان قبول درگاه حق قرار بگیره و افطار خوب و خوش را سپری کرده باشین. دوستایی که در برنامه امشب در کنار ما هستن، شما هم خوش آمدین به برنامه و امیدوار هستم شما هم خوب باشین و روز را بخیر سپری کرده باشین. و جا دارد تشکری بکنم از تمام عزیزایی که لطف میکنن همیشه پیام خود را ارسال میکنن به برنامه. من امشب پیام های عزیزا را به خوانش میگیرم و همچنان نظریات و پیام هایی که عزیزایی که امشب در برنامه در کنار ما هستن را هم میداشته باشیم. البته اگر شعر متن و یا هم پیام دارن میتونن که راحت به خوانش بگیرن. خب یک دوست ما گفته در نخست تشکر از این برنامه عالیتان، گفته واقعا یک برنامه آموزشی و برنامه تفریحی باعث انگیزه فامیل و خانواده های نهایت گرامی می شود تا علاقه شان به دیدن این چنین برنامه ها بیشتر شود. بازم سپاس از شما و تیم موفق تلویزیون طلوع. یک موضوعی که امروز همه و بالخصوص مردم افغانستان از آن رنج می برند قضاوت است. قضاوت های نادرست باعث شده تا نزدیکترین فامیل ها یا بهترین دوستا از هم دوری کنند. لذا من از شما خواهش دارم در مورد قضاوت های نادرست یک شب در برنامه زیبایتان صحبت داشته باشید و همچنان راهکارهایی را که تا حد امکان برای مردم عزیز ما از آگاهی بدین. و پیام از طرف دوست ما حدیث طاهری هستن، تشکر بسیار زیاد. انشاءالله که در برنامه های بعدی حتما در مورد موضوعی که شما بر ما یادآور شدین که قضاوت های نادرست است صحبت می داشته باشیم. دوست دیگه ما گفته سلام علیکم، امیدوار هستم لباس عافیت گفته بر تن داشته باشین. اسمم بهار است، گفته از دارالامان هستم. در نخست رمضان را برای شما و همکارای محترمتان تبریک میگم، امیدوار هستم رمضان خوش و خوب را سپری بکنید. و گفته برنامه‌تان را بسیار زیاد دوست دارم و همیشه تکرار حتی دنبال میکنم و ان شاءالله که گفته همتان با آرزوهای دلتان برسین. تشکر خواهر عزیزم از خودتان. و گفته پیام مرا حتما به خانش هم بگیرین. تشکر خواهر عزیزم، ان شاءالله که بیننده برنامه باشی و ببینی که پیام خود تا هم به خانش گرفتیم و انشالله که پیام های تا شب های بعدی هم در برنامه داشته باشیم. دوست دیگه ما گفته ابراهیم هستم از کابل. اگر درباره زن گفته بگویم، به نظر شخصی من زن از دو حرف اول زندگی گرفته شده و باید احترام زیاد داشته باشیم و واقعا با ارزش هستن، به خصوص خانم های شجاع وطن. و متشکر برادر عزیز از نظر خودت. و هم در رابطه با شب های موضوعی بود که شب های قبل در برنامه بحث شده بود روش. و دوست دیگه ما گفته سلام خدمت شما زایده جان و لالا سمیر قند و به تمام همکارانتان، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. اولا گفته فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به زایده جان قند و به لالا نجیب و به همه همکارانتان مبارک باد میگویم. انشالله که رمضان پر از خیر و برکت را سپری بکنین. به برنامه امشب را گفته من هر شب تماشا میکنم، گفته واقعا برنامه زیبا و دیدنی است. همه بخشش و بخصوص گفته بخشای تمثیل و گیم را من زیاد علاقمند هستم. تشکر خواهر عزیزم از خودتان و همچنان از کسایی که لطف میکنند همیشه پیام های قشنگ خود را به برنامه ارسال میکنند و من کوشش میکنم که تعداد از پیام ها را به خانش بگیرم. البته تعداد پیام ها هم بسیار زیاد است و من نمیتونم تمامش را به خانشم بگیرم. و اگر شما هم نظر دارین، پیام دارین، میتونین که به شماره واتساپ برنامه ما 0711 99 52 60 بر ما پیام هایتان را ارسال کنید. ما شب های بعدی بازم در برنامه ان شاء الله پیام های شما را به خانش میگیریم. و از خواهرای عزیز ما که امشب در برنامه در کنار ما هستند میشنوم، اگر پیام دارن، متن دارن و یا هم شعر دارن که میخواین به خوانش بگیرن ازشان میشنویم. همچنان راجع به ای که آیا امی خواندن پیام ها باعث از این میشه که بیننده هایی که تماشا میکنن انگیزه بگیرن و دوباره پیام ارسال بکنن و همچنان موضوعات را که میخواین که در برنامه روش صحبت شوه را بر ما ارسال بکنن. خب من میشنوم از شما خواهر عزیزم، شب شما بخیر و اسم شما؟ سلام به شما زاهده جان. علیکم سلام. حضور دارن فرحنا شهابی هستم، یکی از اشتراک کننده برنامه. خوب امشب خوش آمدی خواهر عزیزم به برنامه و میخوایم بپرسیم که به برنامه امشب چی آوردی با خودت؟ گفتنی خواستی ندارم، یک پیام دارم. مشنیم از خودت پیام تا. خب یک پیام دارم که همیشه ما میگیم زندگی دروز از میگذره، در حالی که ما اشتباه میکنیم. زندگی ثابت است، این عمر ماست میگذره، پس سعی کنیم از جمله کسانی باشیم که یاد ما همیشه ماندگار باش. بله تشکر بسیار زیاد خواهر عزیزم از خودتون. و از این قسمت ما از یک نظر یک دوست ما یک نظر را میداشته باشیم، بعدش هم باز میریم سراغ یک وقفه کوتاه. خب به ای که ما از کی بشنوام؟ نمیشنوام از شما خواهر عزیزم و میشه که مایک هم از دوستا بگیره. شب شما بخیر، اسمتان؟ سلام خدمت شما زاهده جان و اوسال گرامی، فیروز رشیدی هستم. کدام پیام گفتنی به برنامه داریم شب؟
کدام پیام و گفتنی خاص خو ندارم، فقط میخوایم همیشه هموطنای گلم خوش آرام باشن، هر کجایی که هستن موفق سربلند باشن. تشکر بسیار زیاد، انشالله که خودتم همیشه موفق و سربلند باشه. تشکر. خوارزم از اینکه میخواین در برنامه هم اشتراک بکنن، میتونن که به شماره واتساپ برنامه ما 0711 99562 پیام بگذارن. ما شبهای بعدی انشالله در برنامه حتما دعوتشون میکنیم. برنامه ادامه داره با داشته های جالب و دیدنیش و همچنان همکارم نجیب جان آمده و صحبت های هم با شما داره. فعلا وقفه کوتاه دارید. خوش آمدید بینندگان عزیز، ادامه برنامه امشب و هنوز دیگه در خدمت شما هموطنا هستیم. شمایی که تازه طلوع را بیننده هستین، تشکر از تک تکتان. تقبل الله قیامکم و صیامکم، خداوند قبول بکنه شب زندداری هایتان را و روزه گرفتن هایتان را، تک تکتان را تقبل بکنه انشاءالله. اگر شما قرآن تلاوت میکنین حتما دعا بکنین بر خودتان، بر خانوادیتان، بر دوست و خیش قوم اقارب، برزو هم در کنارش تیم برنامه شب هم فراموش نکنین که همگی زحمت میکشیم اینجا به این بخاطر شما بینندگان عزیز که حداقل دمتون راست شد با دیدن برنامه امشب. حالا در وقت افطار میگن زیاد مردم بولونی نوش جان میکنن. پیشترم که برنامه آغاز شد، همکار ما زاهده که او طرف رفت تا ما آمدم با جمع دوستا، یک چند نفر گفت والا امروز میدی ما سوزش داشت. گفتیم خوب است که ما همراه مهمان خود امشب در مورد رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. یک نفر است زیاد نان میخوره بازم گشنه است، یک نفر است چاق میشه در رمضان، یک نفر است لاغر شده میره بیش از حد با وجودی که خوراکش زیاد است، ولی یک تعداد است که زیاد خوشم میبره. اما رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان چی گونه باید باشه بر هر انسان؟ امشب مهماندار هستیم دکتر صاحب حمیدالله هاشمی، متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستن. میخوایم بیشتر امروزشان در این باره صحبت بکنیم و ما ازشان دعوت میکنم تا جناب دکتر صاحب بیاین و کمی بیشتر دانه‌دار هر ماه صحبت کنیم. دکتر صاحب خوش آمدین. خوش آمدین، شبتون بخیر. خوب هستین دکتر صاحب؟ زنده باشید. خوشمند هستین، مهربانی بفرمایید. بسیار زیاد خوش آمدین. خسته نباشین، مطمئن هستم که در شفاخانه دیگه روز پرکار بوده و شما همچنان. دقیقا بله. بخیر آمدین دکتر صاحب. زنده باشین. صحتتون خوب است. بخیر باشین. یک سلام تقدیم میکنم خدمت بیننده‌های تلویزیون طلوع. امید دارم که یک رمضان خوبی را آغاز کرده باشن و با امید از اینکه این ماه رمضان سبب نزول رحمت و مغفرت گناهان ما شود. و یک گپ که قابل تذکر از ابتدا باید بگویم که فقرا را فراموش نکنین و سفره فقرا را خالی نمانین. بدون شک بدون شک. بخیر باشین دکتر صاحب. حالا از رژیم غذایی صحبت کردیم و میگه دوستای من بودن، اینا مطمئنم پرسش دارن اینا هم، اما خوب است در مورد رژیم غذایی مناسب بگوییم که در سحری یک هموطن ما چی نوشجان بکنه و هم در افطار و بعد از افطار و پیش از سحری چی نوشجان کرده میتونه که مناسب است بر معده. بله، خب رمضان یکی از فرایض الهی است و روزه گرفتن در این ماه هم فواید معنوی و هم فواید صحی خود داره. یعنی از لحاظ فواید معنوی شکل ما شما میفهمیم که ایجاد تقوا میکنه و سبب میشه که ما کارهای نیک و اعمال صالحه انجامش بر ما خوبتر شوه و از اعمال خراب اجتناب شوه. و همچنان بر علاوه از این فواید معنوی یک تعداد فواید صحی را در خود داره که اثر اگر سیستم عصبی یک اشاره کوتاه بکنیم که میتونه سبب ایجاد یک حافظه خوب شوه، میتونه از عملات قلبی به ما جلوگیری بکنه، میتونه شکر را کنترل بکنه، چاقی را میتونه تداوی بکنه، کاهش وزن بر ما رخ بده. یعنی بسیار فواید در هر سیستم میتونه داشته باشه. اما یک گپ از دیجا چی وقت میتونه سبب از این فواید صحی میتونه مستفید شویم؟ وقتی که رژیم غذایی رمضان بتونیم ما به صورت درست و دقیق مطابق موصول طبی مراد بکنیم، انشاءالله از تمام از این فواید صحی ما مستفید میشیم. و بر علاوه از این متوجه شده باشین که امراض معده در رمضان زیاد میشه، در حالی که به برکت ماه رمضان تمام امراض کم میشه. چرا امراض معده زیاد میشه؟ چرا یک نفر شکرش مثال در روزه از کنترل میبره، فشارش از کنترل میبره، یگان تا میبینیم که در پیش از رمضان 60 کیلو از رمضان خلاص میشه 70 کیلو میشه. چرا دکتر؟ خب علتش این است گفتیم که رژیم غذایی درست مراعات نمیکنن. خب رژیم غذایی درست چگونه باید باشه؟ یک رژیم غذایی درست خصوصا در افطار، زمانی که ما شما از افطار شروع میکنیم، افطار به مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع بکنیم، با یک خرما یا سه خرما شروع بکنیم و همچنان با یک گلاس آب و بعد از او معده را حداقل یک کم فرصت بدیم تا اینکه آماده شوه و کوشش بکنیم بریم نماز خدا به جماعت ادا بکنیم تا اینکه تو وقت دوباره معده هم آماده میشه.
زمانی که معده دوباره آماده شد، پس آمدیم از نماز جماعت و غذا رو کوشش بکنیم غذای متنوع استفاده بکنیم، یک نوع غذا استفاده نکنیم. و در افطار یک گپ بسیار مهم است که بینندگان عزیز ما متوجه باشند، در افطار کوشش بکنن از غذای سرخ شدگی، از غذای ترش تند اجتناب بکنن. دکتر صاحب، رسماً خودت میگی که بولونی نخورین دیگه. دقیقاً. چرا؟ خب گفتیم کسایی که خصوصا اگر تکلیف معده هم ندارن، در رمضان ببینید تکلیف های معده برشون پیش میشه. یگانه علت تکلیف های معده اینمی است که در افطاری، چون که معده کاملا خالی میباشه، اسید معده فقط میتونه که غذا را هضم بکنه و و و معده هم خالی است. یعنی زمانی که ما غذای سرخ شدگی خصوصا بولونی است و خصوصا چتنی هم که استفاده میکنیم یا ترشی هم استفاده میکنیم، این کل از این سبب میشه که تا اسید معده را بسیار زیاد بسازه و دفتن چون که غذا کم می باشه، ایواز از این که غذا را هضم بکنه و معده را تخریش میکنه، سبب زخمای معده نزد ما میشه. دوستا در بین ما کسی است که امروز در وقت افطاری که افطار کرد از بولونی استفاده نکرده باشه؟ کسی است که بولونی استفاده نکرده باشه؟ همگی استفاده کرده، همگی. حالا کی سوزش معده را امروز تجربه کرد؟ مایک برش بتین که بشنویم. شبت بخیر. سلام علیکم، شب شما هم بخیر. نام شما؟ نام رامز منصوری است. چی تکلیف شد؟ چی واقع شد امروز؟ یک سه روز از یک دو سه روز از رمضان میشه که معده ما سوخت میگیرد. از طرف روز؟ بله از طرف روز. آها. دکتر صاحب کدام پرسش داری؟ خب قبل از این تکلیف های معده حتما بوده یا نه در رمضان پیدا شده؟ قبل از این اکثر وقت بود دیگه، قدر زیاد تکلیف معده نداره. تشکر. میربونی مقصدم از بولونی استفاده کردن دوستا همی بود که یعنی در سفره خود کی می داشته باشه، یعنی همه گی در سفره دارن خوردن دیگه. به به. خب دکتر صاحب، بله. اینم یک نمونه که به بولونی سیاه‌سفید است دسترخوان. بله. کسایی که قبل از رمضان تکالیف معده دارن، در رمضان تکالیف معده‌شان زیادتر میشه. یک علتش گفتم همی درست نگرفتن رژیم غذایی رمضان است. خصوصا حداقل بولونی مشکل نداره در روزانه آدم بخوره، اما در افطار، در افطار صرف خرما و آب و یک سوپ بسیار ملایم، سوپ بسیار گرم که تند نباشه، چتنی داش نندازیم، از او استفاده بکنیم. بعد از اینکه کم معده آماده شد میشه بولانی استفاده بکنن، میشه تندی بخورن، مشکل باز نداره. دکتر صاحب، بیشتر هموطنان ما همی قسم است که مثلا در رمضان چاق میشن، استفاده کردن مربا، استفاده کردن پنیر یا هم قیماق بیش از حد در سحری، یا هم کلچه های روغنی که از شیرین یا روغن جوشی میگن، یا نمیفهم دیگه نامای متعدد هم داره هر کدامش، استفاده میکنن در سحری، استفاده کردن اینا چطور؟ خب کسایی که وزنشان زیاد است و میخواین در رمضان بهترین یعنی یک موقع است به خاطر کاهش وزن و میخواین اینا وزنشان کم شود، پس به خاطر کاهش وزن نه تنها که روزه میگیرن تا نکنن که زمان افطار شد دیگه پریزه بشکنن دوباره هر چی دلشان شد بخورن، بلکه کوشش بکنن از غذایی که فایبر زیاد داشته باشن مثل میوه‌جات، ترکاری باب، ترکاری خام و پخته، از اینا استفاده بکنن و غذایی که پرچرب باشه، غذایی که کربوهیدرات بیشتر داشته باشه مثل برنج، مثل کلچه های روغنی خودت ذکر کردی، مربا یا قیماق، از اینا کوشش بکنن. کسایی که میخواین وزن خود کاهش بدن، از اینا کوشش بکنن خودداری بکنن. در عوض از مواد غذایی پروتئینی استفاده بکنن، از گوشت باب خوب است استفاده بکنن، مثلا از برنج مقدار کم استفاده بکنن، خوب از پنیر استفاده کنن، خوب از شیر استفاده بکنن. این غذایی است که مواد کربوهیدرات کمتر داره، شحم کمتر داره و به ما انرژی خوب داره میده و سبب میشه که ما وزن هم نگیریم. بله. حالا دکتر صاحب، یک تعداد افراد در وقت افطاری کردن افطاری نمی کنن، برو میگه چند دقیقه بعد، 3 دقیقه بعد، 4 دقیقه بعد، 5 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، حتی یک خرما هم نمی گیرن، یک جرعه آب هم نوشجان نمی کنن. آیا این تاثیر منفی میگذاره بر لای رژیم غذایی که یک فرد در ماه مبارک رمضان داره؟ شاید چاق باشه بگویم لاغرشم، شاید یک مسیر باشه بگویم یک مایه دیگه ایستگاه برسم و صحبتای داشته باشه. در رمضان هم افراد باید صورت نگیره در خوراک، هم تفرید باید صورت نگیره. یکی خواه از لحاظ سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عجله در افطار است، یعنی هرچی که زمانی که وقت داخل میشه ما عجله بکنیم در افطار. یک علتش اینمی است چون در جریان روز که ما غذا نخوردیم، دوم اگر غذا ما در طول دو روز سه روز هم نخوریم شاید بتونیم زنده باشیم، شاید با انرژی باشیم، چون که بدن ذخایر انرژی بسیار فراوان داره، مثلا کاربوهیدرات که در جگر به شکل گلوکوژن از او
او میتونه مصرف شود، عضلات ذخیره از او مصرف شود، بالاخره چربی ها او شود از او مصرف شود، اما ها به بدن هیچ وقت ما نمیتونیم که به صورت متداوم اگر ما غذا نگیریم یا بگیریم پوره بکنیم بدن. پس بهترین چیزی است کسایی که اگر در مسیر راه هستن حداقل از آب کوشش بکنن استفاده بکنن، کمی هاب که ضرورت به بدن است برسه تا اینکه به تکالیف گردم حساب نشن. خصوصا در جریان روز ما کارام میکنیم و روزام روز به روز طولانی شده میره و سبب میشه که ما کم هاب شوه بدن ما، سردردی ها بر ما پیش شوه، بیالی پیدا شوه و همچنان تکالیف گرده. کسایی که آب کم می نوشن مصاب سنگای گرده و اینا میشن، خوب است که در زمان افطار زیاتر کوشش بکنن آب بیشتر استفاده کنن. میخوایم یک چند خوراکی رو نام بگیریم دکتر صاحب که در افطاری و در سحری هموطنان ما راحت میتونن هم ارزان هم خوب است برشان استفاده بکنن. خب در افطاری بعد از اینکه افطار کردن همون غذای معمول افغانی ما، شما من کدام غذایی را نمیگم که هموطنان ما نگو یک مویره نمیتونه، همین غذای معمول افغانی ما باشه، صرف متفاوت باشه. یکان افراد هستن کوشش میکنن در خانواده فقط برنج استفاده میکنن امرا با گوشت، هر روز که در خانه جان برید در افطار همین چیز است، در حالی که باید متنوع باشه. یک روز مثلا اگر فاصله بود، یک روز بامیه باشه، یک روز کدو باشه، یک روز برنج باشه، یک روز گوشت باشه، یعنی متنوع باشه. هم میتونیم ما پروتئین بدن خود به طور کافی بگیریم، هم ویتامین ها، منرال ها، چیزایی که ضروری به بدن است، از کل از یا مستفید شویم و از کلش استفاده بکنیم. زنده باشین دکتر صاحب، خیلی سپاس، تشکر از حضورتان. هموطن عزیز بریم طرف وقفه، ما قبل از او جا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. نوش جانتان. تشکر دکتر صاحب از حضورتان. هموطن عزیز شما وقفه کوتاه را بیننده باشید، زود برمیگردیم. ادامه برنامه شب را هم فراموش نکنید، تا پایان بیننده باشید. اینی خراب است اگر جان یگان تا بخوره اینمی اینیش خراب است. آید می اول بان که مرمه رو میبینی که چیزی که میاول مونده شده باشه اونم رو میگیره، یا چندان مزهش نیست. ایش ما چم چی کده ایره، یعنی این بچه ها کمی چیز رو بگیره با امید از من خراب نکنه. یعنی اینجا بوده جانه برگیره. حالا بیا بخی بگی کاکا، بگی بگی که ارزان هستک. چی کار داری فامیدی چرخک میزنی اینجا سه دوکان ها بدر تو چند است؟ چی نمیگی؟ سطل میگم. سطل؟ سطل چار نیم ست. چی؟ چی نگفتم؟ چار نیم ست گفتم. چار نیم ست؟ بله. لای تو با اوتو چند است؟ اون اوتو خوب اوتوست سر. خوب اوتوست؟ قیمتش هم میگم چند است؟ دوازده ست. قیمت چه هم گفتم خوبش است؟ دوازده ست؟ بله. یا لای خداست برای خدای نه. و به در صدقه چم چی میگه تو دوازده ست؟ چهار روز پیش از رمضان بایی کدم هشتاد روپه بود. تو چی میگی دوازده ست؟ تو چی سر ما پتکه داری تو؟ پتکه نمیگم. خریدار است یا نه؟ بگه بخر رگه. خریدار هستم. خب مال صحیح بایی که من بخرم. صحیح بایی میکنم. اینمی قیمت چیست؟ میخری بخر نمیخری نخر. لالا روزه دارم من. روزه ما رو خرم نکن برو تو برو. قربان چم. میفهمم روزه داری؟ بخی بلند چو که ما کدت گپ بزنم. بلند چو؟ چرا؟ ما حوصله زیر ندارم که خم کنم. ما حوصله گپ تر ندارم. تو خریدار نیستی؟ بخی بگو زهی کلالا گفتم چهار روز پیش از رمضان اینی می سطل ما بایی کدم چند روپه؟ اشتاد روپه. تو میگی چهار و نیم سطل. فکر که خودت دلار بالا رفت. آلو کنه فروشه چی قرار است به دلار؟ سرتارکاری که سرتارکاری که تاثیر میگه سر از یه خود تاثیر میگه. نه لالا برو وان ما را برو کنم میخری یا نه میخرم. لالا قربان چم خب بخری میخرم. ما اینا میخری اینا میخری چی میخری بگیر لالا که اصلا ما را خراب نکن. خب امی آخرش بگو آخرم این اوتور قیمت چه بگو کنم پیش کم چند 50 رو پیش ما تو بدر تو خندی میکنی کد ما لالا جان قن خریدار نیستی. برو بدر گلم باش صبر چی داری نه یاد که بدات خور نیست. یعنی می پامه چند میره خوب است بر بایش کل یک و نیم ساعت چند؟ یک و نیم ساعت با حول بلا بیا در صدقه چی و مالو چرا یک بر دو بای میکنی کونه فروش است یا کدام تلا فروش؟ چی بخم خریدار است یا بدر همی روزه ما رو خراب نکم یا صاحب ما رو خراب نکم بان هیچ خریدارم نیستی لالا برو قربان چم برو لالا برو لالا قربان شم با خریدار نمری یا بازی آمدی خیر ما کدت گب میزم بگو
روزه را پیش نکو، روزه میفهم الحمدلله تو هم داری، ما هم دارم، او بیادرم داره، او بیادرم داره، روزه کلگی داره، اما اعصاب خرابی نمیکنه. در روزه چیز روز که اعصاب خرابی میکنی، قان مقال میکنی؟ لالا من روزه صحیح میگیرم، من روزه با انصاف میگیرم، نمیفهمی؟ خب آخری یک گپ برات میزنم، بیبی یک گپ برات میزنم. رمضان است خو، بعضی کسا هستند که در رمضان مال خود ارزان میکنه، ارزان میته، ولی تو قیمت میکنی چرا؟ خب ببینم ما کنه فروش چرا تمام میکنی؟ از تجارت پرسن کو، از سرمایه گذارا پرسن کو. خب من قنیسم که در تجار برسم، من این دین اول نمونیش تو روی سرک دارم بند کدی، من میخواستم از این تیر شما اون پیاده رو از دین اونجا سر موتر میزد من چوتو میشه. من اینو میره کرام میتم. از سرک کرام میتم. بله بله ها. از پیاده رو. ها. برو لالا، برو مزایمت با من اکو، برو قربان شما. خب من آخری همی بای که بگو سر. ریت بر جونم فروشم، برو برای. خلاقه بردم، آسا خلاق روشتی. ها؟ میایم، یکی خمی تو مرا دیوانه کدی. بان... بیا خیلی تو سرش کن، من کار خلاص کنم. ماشاءالله، چه جالب. دوستا، اول از اصحاب خرابی صحبت میکنیم. یک خاطره جالب میخوایم بشنوم در این روزهای رمضان که به پایان روز نزدیک میشه و باز نزدیک افطاری میشه. کسی را شما دیدین اصاب خرابی کرده باشه؟ کسی را کسی ندیده؟ دیده خواهی کسی... شما دیدین؟ نه کسی را دیدین که اصاب خرابی بکنه؟ دیده رفیق ما که برش بتین. شبت بخیر، نام چی است؟ سلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم لالا نجیب جور صحتمند باشید. نبیولا تلاش هستم از گل بهار باستان. نبیولا جان کسی دیدی که اصاب خرابی کرده باشه نبیولا؟ قصه که همون روز قصه کو دیروز در گل بهار بودم، یکی از وطندارای ما دم بازار چوکیدار است. خواه چوکیدار است، از یک دکان کله گم شده بود، کله گو که قصاب ضعف کرده بود ابو گوه، باز اونم کلهش گم شده بود. او را کسی برده باشه چطوری برده؟ این میره بین قصابا کدام گپ پیدا شده بود، خود گم شده بود. چوکیدار گفته بودن تو برده ایدش. خب این میگه افسر بیچاره ششت در هر طرف بازار که میره میفتن او کله دست، او کله دست. خلاصه این قدر عصبانی شد، آمد گفت اگه بار دوم بشم در بازار مال کله دست گفته است، من از جانم تیر هستم، باد بادش میکنم. خلاصه هر طرف که دور میکرد تیره کلا دوست میفتن بیخی عصبانی شده دیگه. تشکر نویل جان میروانی، خیلی سپاس. امی قسمت یکان جای خو آزار میتونه اذیت میکنن، اما در ارتباط به قیمت قیمتی یک دوست ما پرسان کردم، گفتم که امی کدو خو به خاطر بولونی که استفاده میکنن، ما خو خودم هم خریداری کردیم و گفت همگی قبل از رمضان 1 کیلو 30 افغانی بود، ولی با آمدن رمضان 1 کیلویش 50 افغانی شده. نمیفهم که فعلا چقدر باشه. همین امروز در بازار کسی رفته باشه که دیده باشه چقدر بوده باشه، نمیفهم که یک سیرش میشه 350 افغانی. صحیح گفتن 350 افغانی میشه یک سیرش؟ یک سیرش 350 افغانی، ولی واقعا قیمت است. و اگر همین قسم دکاندارا رعایت نبکنن، نکنن این قضیه را و توجه نکنن، به خاطر اینکه حداقل یک هموطن ما سفره رنگین داشته باشه در سحری و افطار، ما مطمئن هستیم که مشکل زیاد میشه و حداقل یک هموطنان ما رمضان را چی بفهمن که چطور روزه بگیرن، به عبادت خود خواهیج رسیدگی کرده نخواهد بتونن. امیدوار هستم هر کدام در ترازو میزان خود عدالت و انصاف را مد نظر بگیریم در هر جایی که هستیم، در هر بخش و هر جایی که کار میکنیم. تشکر از اینکه بیننده برنامه امشب هستین، تشکر از شما دوستان. قصه های زیادی هست در برنامه امشب، صحبت های همکارم زاهده را پس از وقفه کوتاه بیننده باشید. برگشتیم عزیزای بیننده، ادامه برنامه است و رسیدیم در بخشی که ما در این بخش از برنامه مهماندار می باشیم. ظرف قرعه‌کشی هم که پیش ما هست و ما دو کارت را انتخاب میکنم، میبینم که شماره کدام عزیزای ما است و امشب در برنامه در کنار ما می باشن و همچنان گیمی که همراهشان اجرا میکنیم. ما دو شماره را انتخاب کردم و با دوستان به خانش میگیرم. شماره پنجم کی است؟ شما هستین و شما هستین، یک نفرتان با مایک تشریف بیارید. هر کدامتان که میایین خوش آمدید خواهر عزیزم و میتونی که بشینیم. و شماره بعدی هم شماره 11 هم کی است؟ شما هستین و شما هستین، یک نفرتان با مایک تشریف بیارید. ای که کدامتان میایین بدل خودتان که هنوز هیچ تصمیم هم نگرفتن که کدامشان بیاید. خودت آمدی خواهرم، مایک هم گرفته بیا. خوش آمدین شما با برنامه و خدا معرفی بکنید.
به نام خدا با عرض سلام نثار شما زاهده جان قند و حضرین در تالا و یک سلام خاص به کسانی که ما را از پرده های تلویزیون چون تماشا میکنن. فرحنا شهابی هستم، فارغ تحصیل صنف 12 و یکی از اشتراک کننده های خوب امشب. خوش آمدی خوارم به برنامه و شما هم خود معرفی بکنی. سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولتر از همه حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه نزول قرآن و ماه مهربانی را به تمام کافه امت مسلمه جهان و ملت غیور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. سلام خدمت شما، خدمت پدرجانم که از پشت پرده تلویزیون مرا تماشا میکنن و کسایی که مرا تماشا میکنن و حاضرین در تالار. هوا امینی هستم، اشتراک کننده برنامه امشب شد. خوش آمدی هوا جان، خودت هم به برنامه. انشالله که یک برنامه خوب همراه شما داشته باشی و همچنان گیم را که داریم بتانید که برنده شوین و در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشین و جایزه‌ای که بدل خودتان از هر کارتی را که خودتان میخواین امشب برنده شوین و جایزه‌ش هم از آن شما شوه. گیم داریم، گیم ما هم ضرب المثل است. حتما دیگه شنیدین بعضی ضرب المثل های افغانی خود ما را که بیشتر مردم استفاده هم میکنن. من براتون یک ضرب المثل میگم ولی تکمیلش باید شما بکنین، درست است؟ ما سه ضرب المثل از خودت فرناز عزیز میپرسم و سه دانه را هم از هوای عزیز میپرسم. هر کدامتون که بتونین بیشتر را تکمیل بکنین امتیاز بیشتر میگیرین و برنده میشین. آماده هستین؟ خیلی از خودت شروع میکنیم. درخت هرچی بارش بیشتر باشه تکمیلش کو؟ عمرش زیاد است؟ نه. یک کم دقت داشته باش، بسیار ساده است. من برات یک بار دیگه هم تکرار میکنم. درخت هرچی بارش بیشتر باشه سبز است؟ نه. خیر، یک چرت تا بزن، انشالله یک چیز در ذهنت بیایه و بر ما بگویی. ساده است. خودت یاد داری امیره؟ ثمرش بیشتر است. نه. دوست شما کس یاد داره در بین شما عزیز جم؟ خودت یاد داری؟ میوه زیاد داره خوارما گفت. نخیر. درخت هرچی بارش بیشتر باشه سرش پایان تر می باشه. خب تکمیل شد و از هوا می پرسیم. حرف راست را باید از کی شنید؟ اطفال. یک تشویق هم داشته باشید. یک امتیاز از خودت گرفتی. نوبت فرناز است. میپرسیم از فرناز. در خانه ات را ببند. در بسته بلا بسته. در خانه ات را ببند. خود در بسته بلا بسته. خودت یاد داری را؟ یک مطلع شیده بودم که در خانه را ببند که سرخانه ات کجاست. کس دبین شما میفهمد در خانه ات را ببند همسایه ات را دوز نگیر. که ایم تکمیلش بود که ما تکمیل کردم و بعدی را میپرسم. از هوا میپرسم. خر که جوا دید؟ یعنی نمیفهمه. ایره کس دبین شما میفهمه؟ خودت میفهمی فرناز؟ به فقان میرسه؟ نه. کس دوین شما میفهمه؟ خب هوا جان خودت در مایک صحبت بکن که دوستا هم بشنوه که خودت چی میگی؟ نمیفهمی جوابشه؟ نه خیر. خب میگه خر که جواب دید کال نمیخوره. خب بعدی را میپرسم. دستم با آلو نمیرسه؟ آلو ترشه. خب یک تشویق هم داشته باشید. فعلا مساویانه پیش رفتین و بعدی را از هوا میپرسم که هوا چی میگه؟ دل به دل را دارد. خب یک تشویق هم بکنید. هوا جان خودت دو امتیاز را تا فعلا نگرفتی و فرناز عزیزم که یک امتیاز را گرفته و ببینیم که بالاخره برنده کی میشه. بعدی را میپرسم. هر کدامتون پاسخش را میفهمیدین زودتر جوابتین همو امتیاز را میگیره، درست است؟ آماده هستین؟ یک رقم ورزیتون چرت را میزنین که باشکال از ما چی را پرسان میکنم. تا جاهل در جهان است؟ تا جاهل در جهان است مفلس در نمیمونه. آفرین، یک تشویق هم داشته باشین. یک اول که خواستی زیادتر عجله کنی ولی خب پاسخش را میفهمیدی و تانستی که امتیاز هم بگیری. دو امتیاز هوا گرفته، دو امتیاز هم فرناز گرفته و ما یک چستان هم میپرسم. این سرنوشت ساز از ضرب المثل ببخشین میپرسم و ببینیم که کدامتون امتیاز هم میگیرین همو برنده اعلان میشه، درست است؟
خب پیش از اینکه ما یک ضرب المثل از دوستا بپرسم، باشین که از دوستایی که امشب در برنامه کنار ما هستند بپرسیم کیا در بین شما ضرب المثل خوب زیاد همتا میفهمند؟ کسی هست که در بین تان بفهمه؟ هیچ کدام تان یاد ندارین یک ضرب المثل؟ خو هستن خواهرای ما، انشالله که اگر وقت ماند از تان پرسان میکنیم. هوا جان خودت کدام ضرب المثل تالی از کس شنیدی و در ذهنت مانده؟ هیچ نشنیدی تا حالا؟ اگر در روزمره که آدم صحبت میکنه زیاد استفاده هم میکنه. و دمای کم صحبت بکنین، خودت فرناز شنیدی تا حالا؟ زیاد شنیدی. زیاد شنیدی. بگونه نمونه یکی رو بر ما بگو. مال تاش بگیم سعید. مایک تانه نزدیک بگیرین؟ دروازه رو ببند. نیرخ شما گفتین. خب. یادم فعلا نیست. خب. یعنی هیچ یادتان نمانده؟ چاکن خودش در چاست. آفرین، چاکن در چاست. دوستای ما میفهمن انشالله اگر وقت مان از اینا میپرسیم، ولی ما آخری را میپرسم که ببینم که بین اینا رقابت چی میشه، آیا برنده میشن یا خیر. تا گوساله گاو شود دل بی بیان شود. خب سه امتیاز فرناز گرفت، دو امتیاز هم هوا گرفت. فرناز هم خوشبختانه که امشب رایا و مرحله بعدی ما و گیمای اصلی برنامه انشالله که با هم تیمیش یک جای اجرا بکنه و ببینیم که برنده هم میشن یا خیر. فرناز چی حس داری؟ خب آدم حس خوش میداشته باشه، چی میداشته باشه دیگه. خب حس خوشحالی داره فرناز. هوا خودت چی حس داری؟ در مایک صحبت بکن. یک برنامه تفریحی بود. خب بسیار خوب. اگر پیام بداری میتونی که به دوستان یک شعر است، یک دقیقه در بر میگیره اگه چاسیتن بشه. کوتاه از خودت مشنوی. زنان این گونه اند آری، زنی در مرکز شهر تمدن، مهد خوبی ها برای کار کردش دست مزد نیمه میارد. زن است و مادر است و جنس همزایی. تن من لرزه میگیرد، تن من لرزه می گیرد که می بینم عدالت نیست در دنیا. زنان این گونه اند آری، زنان این گونه اند آری، و یا آن دختری که خسته از چیغ برادر یا پدر باشد. زنی یک مرد می گردد که شاید زندگی آن روی دیگر را نمایاند، و این زن تا به خود آید به قد و قامت خود دختران دارد، و افکارش قدم تا میزند در دست و حسرت، عشق است و ناکامی، ولی لبخند بر روی لبش جاری. زنان این گونه اند آری، زنی از نام زنهای جهان فریاد سرداده، و مردی پهلویش سنگین استاده که سهم ماست آزادی. به افتخار خواهر ما و به افتخار تمام زنهای قهرمان کشور ما. میخوایی بپرسیم شعر از کی بود؟ شعر ای را 13 ساله بودم که دستار بندیم بود، بازم اونجا در موبایل مادرم بود که شنیده بودم از اون وقت حال حفظ کرد. خب یعنی شاعرش نمیفهمی کی است؟ یک خانم ایرانی بود. خب بسیار خوب، و انشالله در بخش بعدی برنامه با شما می باشیم. و جا داره تشکری بکنیم از حامی مالی برنامه با نوشیدن انرژی آیسکینگ. قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرین. عزیزا شما هم با ما همراه باشین، هنوز داشته های جالب ما باقی مانده، اما فعلا یک رفت و برگشت و خیلی بکنه. برگشتیم عزیزا، ادامه برنامه است. رسیدیم به بخش پایانی برنامه، بخش گیمای برنامه، و دو مهمان عزیزم در کنار ما هستند. با همتیمیشان هم آشنا میشیم. با فرناز جان خود در بخش قبلی برنامه آشنا شدیم، و خوب است که همتیمیشان هم خود معرفی بکنند. خوش آمدی خواهر عزیزم، خودت هم به برنامه خود معرفی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما زایده جان، ناظرین در تالا و کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون بیننده هستند. تمنا شهابی هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه امشب. تمنا جان خوش آمدی خودت هم به برنامه، و میخوایم بفهمم که چی نسبت داری؟ خواهر هستین. کدام تون کلان هستی؟ مستم. خودت کلان هستی؟ خب بسیار خوب. با روند گیم ها هم بلدیت داری؟ بله، هر شب میبینم. خب بسیار خوب. سه کارت داریم، کارت سفید، کارت آبی و کارت طلایی. بازی کارت سفید هم که بازی حدس است. ما به فرناس 5 کلمه را نشان میتم، 10 ثانیه زمان داره و باید در 10 ثانیه حدس بزنه تمنا که چی است. درست است؟ من شروع میکنم، کلمه اول برات نشان میتم. باش که کلمه اول خود برات نشان بده، یک رقم خود شق کده، و زمانت هم شروع شده. چیزی است که میپوشیم. کالا.
نه در پای میشه چبلی؟ بله نه چبلی نه آه بله یک تشویق هم داشته باشید خیلی میکنم تو خوابم شده بود 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 و قدر عجله داشتی آفرین اگه اما تو یگانه شروع کننده هستی که اما قدر عجله داری و اما تو اگه عجله داشته باشی من مطمئن هستم که در کارت طلایی هم میرسی انشالله در کار خیرم عجله کردن خوب است نه؟ بله. بسیار خوب ما کلمه بعدی را برات نشان میتم زمانت هم شروع شده چیزی هست که چپس میشه چپس میشه؟ از چپس جور میکنیم کچالو یک تشویق هم داشته باشی کلمه که تو خواب شده بود کچالو بود ولی قدر یک نقل کلان برش دادی که هر کسی می بود می فهمید که کچالو بود خب دو امتیاز گرفتن و فقط نیاز دارن به یک امتیاز دیگر انشالله که یک امتیاز دیگر هم بگیرن و برنده شوند من کلمه بعدی رو برات نشان میتم فرناز و چیزی هست که میوه است سرخ آمه است سفید آمه است سفید نیست زرد آمه است سیب بله تشویق نشان سیب سفید تو حالت دیدی؟ دون دارم گفت که سرخ و سفید است من گفتم که اینال نخواد بفهمم ولی زود تغییرش دادی و تمنا هم فهمید که سیب بود و سه امتیاز هم گرفتن نیاز نیست که من دو کلمه بعدی را از شان بپرسم چون که امتیازاتشان مکمل است و برنده مرحله اول ما شدن را یافتن به مرحله بعدی که کارت آبی ماست و بازی رسامی است کی میخوای رسم؟ من میخوام رسم خودت بله. یاد داری یک رقم سو بله. عجله گفتی؟ یاد دارم یاد داری؟ بله. خب اگه قسم پیش برین ما مطمئن هستم که کارت طلایی را برنده میشین انشالله و اگر مهارت خودت در رسامی بیشتر باشه انشالله که برنده هم میشین مطمئن هستم در خانه زیاد آمادگی هم گرفته بودی نه رسامی رو یاد دارم یاد داری؟ بله خب بسیار خوب خیلی ما خودت میریم پیش تخته تمنا هم میاید در جای ما و ما هم کارت سفید بر دوستای ما تسلیم میکنم چون که برنده شده یه هم کارت سفید برنامه است که دوستای ما امشب از آن خود ساختن انشاءالله که جایزیش هم ما بر دوستای ما تسلیم میکنیم تبریک شما هم باشه و ما هم میاییم این قسمت و ده شماره داریم 20 ثانیه زمان داری و سه تصویر باید رسامی بکنی حداقل اگر دو امتیاز را بگیری میتونی که برنده شوین درست است؟ بله تمنا شماره انتخاب میکنه؟ شماره 6 شماره 6 را انتخاب کرد ما شماره 6 را به فرناز نشان میتم زمانت هم شروع شده آفرین خوشتاله یک تشویق هم شما داشته باشین و یک امتیاز را گرفتن و حال دیگه کارتان بیخی ساده شد آسان شد فقط نیاز به یک امتیاز دیگه دارین تبریک شما باشه اینا خوش شانس شدین چقدر زندگی به نظر خودت خوشتاله هستی اگر راست شد بگویم می تاله ندارم خیلی چی بود خب بعض وقت فرصت میشه دیگه فکر نمی کنی از بین قدر دوستایی که امشب در برنامه هستن خودت انتخاب شدی رای افتی به برنامه و حالا که یک امتیاز مستقیم طرف خودت آمد هنوز و میگه که خوشتالی نیستی شاید ای بار تالیم چانس کده نه هستی خودت نگو که تلقین نکو خودت که یعنی من خوشتالی نیستم و اگر بگویی که هستم انشالله باز که اما قسم هم میشه باش که از تمنا هم بپرسیم تمنا خودت به نظر چقدر خوشتالی هستی خوب از اگه کم خوشتالی هستم کم خوشتالی هستی باز خیلی خودت انرژی منفی رو بر خود میتی من برات میگم که خودت تلقین نکو و بگو که من خوشتالی هستم هستی حالا بگو آه اون حال درست شد خیلی این حال شماره رو انتخاب بکن شماره دو شماره دو رو انتخاب کرد من شماره دو رو برات نشان میتم فرنا زمانت هم شروع شده تصویر قدر مشکل نیست ولی عجله داشته باش آفتاب مهتاب نقل نه خودت یکان چیز اضافه کن که بفهمه چی است زمانتان کم مانده 4 3 توب دو دندن 1 و تمام چی گفتی؟ توب دندن توب دندن توب دندن نه خب دوستان به نظر شما چی است؟ خربوزه خربوزه تصویر که انتخابم شده بود خربوزه بود ولی حال تمام شده بود خودت حال پاسخ دادی فکر میکنی دیگه که ما برات رمضان است یک امتیاز هم تو بخششی برات میتو ولی قبلا یک امتیاز بخششی گرفتی دیگه حال امتیاز بخششی نیست و باید یک تصویر مانده از او حداقل بتونه که یک امتیاز بگیرین که برنده شوین اگر نتونین که برنده مرحله دوم ما نمیشه شماره بعدی شماره 5 شماره 5 را انتخاب کرد من شماره 5 را برد فرناز نشان میتم زمانت هم شروع شده
یک تکنیک نو است ولی من دیدم خودت تکمیلش کو نقلو ما از وی چیز همیان لایفون که چی کشیدی سه دو برا. یک و تمام چی گفتی؟ برا برا چی هست؟ سگ هست؟ سگ هست؟ سگ هست؟ سگ هست؟ دوستا تصویری که انتخاب شده بود سگ بود ولی متاسفانه که یک چیز دیگه بخیده تختر حسابی شد و متاسفانه امتیاز نگرفتن ولی برنده کارت سفید ما که شدن و جایزیش انشالله از آن خود می سازن و خوب است که بریم در جای خود و صحبت ها را هم اونجا ادامه بتیم و ای که از شما بپرسم که به نظر شما کدام بازی زیاد جالب است، دلچسب است و شما زیاد علاقه‌مند هستید؟ ما بازی حد خوشم میاد. بازی حد خوشت میاد و تمنا کنم بازی را دوست داره؟ بازی نگویی که رسامی که حالا باز ما سرت میرم اونجا رسامی میکنم حد باش که دوست دارید دقیقه شما برین یک گلاس چای بگیرین تا که تمنا چرت بزنم و میشینیم منتظر که جوابش را بشنویم. خب بازی حد سه دوست داره، بسیار خوب. این هم ظرف است که جوایز کارت سفید ما است و ای که چی است ما هم نمیفهمم، خودتان انتخاب بکنین. من به دوستا به خانش میگیرم و جایزه تان انشالله همکارا برتان در اخیر برنامه حتما تسلیم میکنن. خب جایزه که امشب دوستای ما از آن خود ساختن و بخیر طرف خانه میبرن اتوی برقی است، انشالله که بخیر ببرین خانه و بخیر استفاده بکنین و یکی از نیازهای هر خانه میباشه. کدام تا اتوکاری را با زیاد خوش داری؟ نیست، من خوش ندارم. خوش نداری؟ فرناز یکی خلاص گفت که من خوش ندارم. تمنا چی تو؟ خوش ندارم. خوش نداره. خیر کی میکنه در خانه؟ مجبوری میکنی. مجبوری میکنن ولی خوش ندارن. کدام کار خانه را خوش داری؟ من آشپزیره. آشپزیره. باز کدام دیگه خوب مزه‌دار پخته میکنی؟ مکارونی را. مکارونی را. مکارونی غذای دلخواهت است؟ نه، از ما عاشق است. از تو عاشقت. ولی هر روز خانه میشه که کسی بر تو عاشق بکنه. از غذایی که روزمره پخته میکنن چی را زیاد دوست داری؟ من لوبیا را. لوبیا را. لوبیا خوب است، غذای خوب است. و تمنا چی را دوست داره؟ مکارونی. مکارونی را دوست داره. مکارونی که فرناز پخته میکنه، دست پخته زور خوش داری؟ بله. مزه دار است؟ آه. نه، اما تو دیگه صادقانه بگو. اما تو صادقانه. خب، حال نشه که باز خانه بری بگوی کاش که میگفتم که نه هیچ مزه دار پخته نمیکنه. نه، تو گپ نیست. نیست، تو گپ بسیار خوب. خوشحال شدم از اینکه امشب شما را در کنار خود داشتم و من میخوایم بپرسم که چگونه در برنامه اشتراک کردی؟ خب من از طریق واتساپ پیام گذاشتم، واسه مرا دعوت کردن به برنامه. بسیار خوب. از جایی که بیننده برنامه هستن، اگر دوست دارن که در برنامه خودشان برنامه امشب اشتراک کنن، میتونن که به شماره واتساپ برنامه ما 0711995267 پیام بگذارن. ما حتما شبهای بعدی در برنامه دعوتشان میکنیم و انشالله که یک شب خوب و بیادمندنی با همراهشان میداشته باشیم و انشالله که برنده هم شون و جایزه از آن خود بسازن. اگر شما هم حرف پیام گفتنی دارین میتونین که به دوستان بگوین. حرف کنم پیامی ندارم. فرناز خودت چطور؟ من از اینکه شما را دیدم و نزدیک خیلی خوشحال هستم. من خوشحال شدم. و کدام پیام خاصی ندارم و از هم‌وطنانم که در کنج دنیا هستن حال دلشان خوب باشه و همیشه خوشحال باشن. خب تشکری میکنم از شما عزیزایی که تا این دم بیننده برنامه بودین و داشته هایی که امشب تقدیم شما کردیم. امیدوار هستم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. شما را به الله متعال میسپارم تا فردا شب و تا دیدار بعدی. الله حافظتان.